سنایی غزنوی این ماجرای کوتاه رو توی حدیقت الحقیقه اوورده. روایتش خیلی ساده است و کنش داستانی خاصی نداره، اما حرف آخرش به سبک سنایی غزنوی رک و بیپروا و تکوندهنده است. هم برای هر کسی که امیر و رهبر و مسئوله، از مسئول کل یک کشور بگیر تا مسئول یه فروشگاه دو نفره، و هم برای کسایی که در آینده مسئول میشن. در زمان انوشیروان یه قحطی بزرگی سراسر کشور رو فرا گرفت. انوشیروان که خودش توی قصر و بارگاهش بود و متوجه نشد. خیلی از اطرافیانش هم که وضع و اوضاع معیشتی خوبی داشتن متوجه نشدند که در اثر قحطی زندگی مردم چقدر سخت و طاقت فرسا شده. اما یکی از نزدیکان خیرخواه و امین انوشیروان رفت و ماجرا رو بهش گفت. گفت ابرا نم پس نمیدن و بارون نمیاد. همه مزرعه ها خشک شدن و مردم وضع و اوضاع خوبی ندارن. انوشیروان همین که متوجه مسئله شد گفت که انبارخانه بکشادیم، ابر اگر زفت گشت ما رادیم. گفت ابر اگر زفت و خسیس شد ما راد و جوان مردیم. و در حالی که در انبارای قله و خوراکیش رو به روی مردم باز می کرد می گفت گرسنه مردمان و کسرا سیر، سگ بود این چونین امیر نشیر. چه خوبه که هر امیر و شاه و هر رهبر و فرمانده و هر مسئولی اینطور باشه. یکی اینکه نزدیکان امین و معتمد و خیرخواه داشته باشه تا از احوال واقعی مردم آگاهش کنن. دیگه هم اینکه حالا که زندگی و معیشت مردم دستشه با غیرت و جوانمردی برای مردم مثل یه شیر باشه. مثل یه شیر باشه و با چنگ و دندون هوای کسایی که مسئولشونه داشته باشه. سنایی به نظر من به خاطر همین رکگویی و همین ابیات تکوندهندش یکی از شخصیت‌های مورد علاقه مولاناست. اینجام سنایی از زبان کسرا انوشیروان یکی از اون بیتای رک و بیپرواش رو گفته. گرسنه مردمان و کسرا سیر، سگ بود این چنین امیر نشیر.